اینها تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران هستند. خشمشان از ترور دانشمندان هسته‌ای و محکوم نشدن این ترورها از سوی کشورهای غربی است. تجمعی در مقابل سفارت انگلیس. خون شهدای ما نباید به هیچ وجه پایمال بشه. ما اومدیم اینجا سفارت انگلیس رو تحقیر کنیم. دانشجویان معترض تأکید کردند که ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خللی در پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ایجاد نخواهد کرد. بزرگان ما چقدر دلمون نفرت کرد از انگلیسی‌ها، ما باید شو بندازیم تو شو. در حقیقت اعتراض عمومی هست به این کار، به این سیاست ها. اونا از همین هم واهمه دارن. دانشجویان همچنین سخنان گستاخانه سفیر انگلیس در تهران را پیرامون وضعیت حقوق بشر به شدت محکوم کردند و خواستار اخراج وی از ایران شدند. اطلبی که سفیر انگلیس نوشت نشون داد این خصم و خصومت دولت انگلیس رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران. حالا کشوری که گوشت و پوست و استخوانش با ضدیت با حقوق بشر و کشتار مردم شکل گرفته، دم از مسائل حقوق بشری بزنه، این یه مقداری مضحک است. گویی آقای سفیر ندیدن که در هفته گذشته در لندن در تظاهرات دانشجویی چه اتفاقی افتاد و در اونجا چه اقدامات خونینی توسط پلیس انگلیس علیه تظاهر کنندگان انجام شد. خوب بود که ایشان یک یاد داشتی در مورد مسائل حقوق بشری خود انگلیس می نوشتن. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح کاهش روابط با انگلیس در یک شنبه آینده در صحن علنی مجلس خبر می‌دهد. امیر اسلام خانی، خبرنگار جامعه جهانی.